همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. جناب قائدی، این وقوع این انفجار در منطقه‌ای که مخالفان دولت بشار اسد قدرت نسبی را همچنان در دستشون دارن چه پیامی داره؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. همونطور که شما گفتید، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، بنابراین در این مرحله رمزگشایی از پیام این انفجار یه مقدار سخته، بنابراین ما میتونیم فقط گمانه‌زنی کنیم. با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید که این منطقه در اختیار گروه‌های مخالف بشار اسد که مورد حمایت ترکیه هستن، یعنی اینها در سال 2020 یک قراردادی با ترکیه بستن و لیر ترکیه اساساً واحد پولی شهر اعزاز و یک بخشی از شهرهای شمال غرب سوریه هم قرار گرفت. با توجه به این و با توجه به این نکته که این شهر از 2012 بین گروه‌های مختلف مثل داعش، جبهه النصره، حتی گروه‌های مدافع خلق کرد یا وای پی جی دست به دست شده، بنابراین مظنون‌های مختلفی وجود داره. یکی از اون مظنون‌ها رژیم بشار اسد هست که من رسانه‌های اجتماعی رو که رصد می‌کردم می‌دیدم که به عنوان اولین و مهم‌ترین مظنون در واقع در اینجا بهش اشاره شده، گرچه که توییتر آقای هادی البحری رئیس ائتلاف مخالفین بشار اسد رو که نگاه می‌کردم می‌دیدم که اون هم محتاطانه نگاه کرده، اما اگر که این از حمله از طرف در واقع بشار اسد انجام شده باشه، به مفهوم اینه که داره تلاش می‌کنه برای اینکه کنترل دولت مرکزی سوریه بر شهرهای شمال غربی که الان کنترلشون در اختیار ترکیه هست رو بازپسگیری کنه. به نظرم مظنون دوم میتونه داعش یا جبهه النصره باشه، با توجه به اینکه قبلا هم در سال 2017 در واقع داعش در این شهر یک بمبگذاری مشابه از طریق منفجر کردن خودرو داشته که 40 تا در واقع تلفات اون انفجار داشت. میتونه داعش همچنان پشت این حمله باشه. در این صورت پیامی که داره با توجه به اینکه داعش خراسان یک عملیاتی رو در روسیه هم انجام داد، اینه که میتونه این نگرانی رو ایجاد کنه که در واقع شاهد قوت گرفتن دوباره داعش باشیم. و مظنون سوم هم میتونه گروه‌های مدافع خلق در واقع کرد یا وای پی جی باشه که در این صورت به چالش کشیدن اقتدار ترکیه در این منطقه است و با توجه به درگیری‌های تاریخی که ترکیه با کردها داشته، این هم میتونه نگرانی برای افزایش درگیری‌ها در منطقه را افزایش بده. جناب قائدی، با توجه به حمایت ترکیه از بخش شبه نظامیان مخالف اسد، آیا میشه انتظار درگیری های جدید در شمال سوریه داشت؟ بله، این احتمال وجود داره. البته به نظرم خیلی بستگی به این داره که آیا این حملات به شکل دامنه‌دار و ادامه‌دار تکرار خواهد شد یا نه، اما اگر که تکرار بشه، این به چالش کشیدن اقتدار ترکیه در اون منطقه است. به احتمال بسیار زیاد باید شاهد واکنش ارتش ترکیه باشیم، کما اینکه در گذشته هم ارتش ترکیه در این مناطق در واقع عملیات‌های مختلف انجام داده. و با توجه به اینکه اوضاع منطقه همینجوری در واقع در تنش بسیار زیاد هست، جنگ غزه رو داریم، درگیری‌های حزب با اسرائیل رو داریم، درگیری‌های اسرائیل با در واقع سوریه رو داریم، حوثی‌ها در دریای سرخ رو داریم، اگر که این درگیری هم یعنی ترکیه هم بخواد وارد شمال سوریه بشه که درگیری اونجا داشته باشیم، در واقع منطقه دوباره به اون وضعیتی میره که در سال‌های 2014 تا 2018 تقریبا شاهدش بود که میتونه حتی رو سیاست‌های داخلی اروپا اثر بذاره، با توجه به موج گسترده‌ای که دوباره میتونه پناهندگانی که به سمت اروپا میرن ایجاد بکنه و قضیه رو پیچیده‌تر از این که هست دوباره در واقع پیش ببره. ممنون از شما، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین واشنگتن شهر همراه ما بود.